بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در بعضی از جملات نورانی و ملکوتی و عرشی زیارت وارث بود. زیارت وارث یکی از استوارترین زیارت‌های حضرت سید و شهداست، همانطور که در محضر مبارک شما برادرانم و خواهرانم عرض کردم، زیارت وارث یک کلاس کامله. یه دریایی است که گوهرهای پرارزش ملکوتی در این دریاست. باید هم اینطور باشه، چون متن زیارت کلام امام صادق علیه السلامه. این قسمت مطرح شد: اشهد انک قد اقمت الصلاح و آتیت الزکاة. بخش قد اقمت الصلاح نشان دهنده عبادت حق، اون هم با بهترین عمل و جامعترین عمل، نماز. نمازی که اگر فرصت داشتید به آیات قرآن مراجعه می کردید و به روایات، قرآن و روایات نشون می دن که
124 هزار پیغمبر دارای نماز بودند و هیچ پیغمبری فرهنگش بدون نماز نبود. برای اینکه اهمیت و ارزش نماز رو یادآوری کنم یک آیه قرآن میخونم براتون. وجود مبارک حضرت مریم اونقدر معنویتش فوق العاده بود و بندگیش نسبت به پروردگار خالصانه بود، چون خدا توجهی به کمیت نداره، به کیفیت توجه داره. همه انبیا در کاراشون نیتشون خالص بوده، همه ائمه هم خالص بوده، ولی شما زیاد شنیدید که وقتی امیرالمؤمنین در سن 23 سالگی از کشتن عمرو بن عبدود پهلوان کم نمونه عرب در میدان خندق برگشت و پیغمبر از او استقبال کرد، درباره این جوان 23 ساله فرمود ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین. ضربت و یعنی یه دونه ضربت، امام چند تا شمشیر به عمرو بن عبدود نزد، یه شمشیر به پاش زد، پا قطع شد، عمر افتاد، تو خونریزی هم از دنیا رفت. امام نه نشست رو سینش، نه سرش رو برید، نه اون لباسای قیمتیشو از بدنش در آورد و برد، هیچ کاری به اون جنازه و به لباسای گرون قیمتش نداشت. امیرالمؤمنین از توحید و از قیامت پر بود، نیازی به این حرفا نداشت. اینایی که خیلی میدونن برای دنیا خلع دارن، اما اونی که کشتی وجودش از بار توحید و قیامت پره به طوفان نمیخوره، چپ نمیشه، غرق نمیشه، فقط پا رو زد، خونریزی باعث شد بیمیره، برگشت. که خواهر عمر وقتی اومد کنار جنازش گفت میخوام برات گریه کنم، نمی کنم، چون قاتل تو خیلی مرد و جوان مرد و با مروت بود، که به بدن دست نزد، به سر دست نزد، به لباسات دست نزد.
این محبت رو علی به عمرو بن عبدود کرد، اما مردم این محبت و روز عاشورا به بچه های علی نکردن. وقتش نیست، اگر نه من یه شب از این ده شب روزه صحیح مفصل عاشورا رو از قول امام زمان براتون میخوندم که اینا چه کردن و امیرالمؤمنین با پهلوان اون ملت و با فقرا و از کار افتادگان و یتیمان کوفه چه کرد. خیلی داستان عجیبیه، خیلی. ضربتو یعنی یه دونه ضربت، خیلی روح عرشی الهی داشت که امام صادق می‌فرماد این روح اتصالش به پروردگار مانند اتصال نور به منبع نور خورشید پر بود. آدمی که پر از توحید و قیامت، از تا آخر عمرش احساس نیاز به انباشته کردن ثروت در خودش نمیبینه، احساس مال دوستی به خودش نمیبینه، نیازی به غارت، به رشوه، به اختلاس، به دزدی، به کم فروشی، به ظلم، به آزار مردم نمیبینه. پره، چه نیازی داره؟ و روایتم روایتیه که غیر شیعه در مهمترین کتاباشون اوردن. ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، همون یه دونه ضربت از عبادت کل جن و انس از زمان آدم تا قیامت برتر. و یه وقتی هم در محضر حضرت صادق صحبت از همین ضربت و علیین شد، افضل من عبادت ثقلین، حضرت فرمود من هم جزء ثقلینم. یعنی اون یه ضربت امیرالمومنین از کل عبادات عمر 56 ساله منم برتر، که البته من نمیفهمم، یعنی نمیتونم حس کنم که یه دونه ضربت از عبادت کل انس و جن که امام معصوم میگه منم یکی از اون جن و انسم بالاتره. چرا؟ عیار خلوص عمل امیرالمؤمنین خیلی بالا بوده. مسئله کاری به زور و بازیش و به بدنش و به شجاعتش و به نترسیش و به قدرتش نداره. عیار خلوص خیلی بالا بوده، یعنی با کشتن امر به اندازه یک ارزن علی از عمل خودش شاد نشد و تا آخر عمرشم یه بار اظهار نکرد که من امرو کشتم.
اما من همینجوری که دارم منبر میرم دوست دارم در باطنم که خودم رو با این منبر به شما بنمایونم، مال خلأ باطنم. بله خلأ باطن نداشته باشم منبر انبیا رو که جای ریا قرار نمیدم. ریا خیلی حال کثیفیه، جای خودنمایی قرار نمیدم. بعدم مگه مطالب این منبر مال توه؟ گوینده اگر منبر خوبی داشته باشی بر محور معارف الهیه، منبر مال قرآن و مال روایات به توچ که با این منبر سینه سپر کن. مثل به تو چه ربطی ده؟ تو اگه آیات قرآن رو با سواداش رو میگم، چون منبری بی سوادم الحمدلله پر شده تو مملکت برای تخریب دین مردم، منبری با سواد واقعی رو میگم، میگم اگه این آیات قرآن و روایات رو از تو بگیرن چم میارزی؟ هیچ. ارزش مال قرآن و روایات تو سینه تو سفر میکنی؟ برای چی؟ خداوند کاری به بدن و به حرکت بدن امیرالمؤمنین و به زور بازوش و به نترسیش و به وحشت نداشتنش و به شجاعتش نداره. کار عیار خلوصش خیلی بالا بوده. تو بعضی کشورها میگن عیار طلای ما 22ه، بعضی کشورها میگن عیار ما 20ه، بعضی ها میگن عیار ما بیشتر در ایران 18 است. عیار خلوص امیر المؤمنین و برای کار جن و انس نداشتم. شما فکر میکنید ملت ایران که شیعن علی شناس هم هستن؟ ابدا. زورخونه یا علی رو تو گود وقت شنو با اسم میشناسم. متدینام علی رو روز 21 با حادثه شهادتش میشناسم. ما خوندم یه حدی علی رو برای منبر رفتن میشناسیم، یه حدی خیلی کم. علی جان کی بودی؟ چی بودی؟ علی جان همین الانم تو این کشور شیعه بالا منبرا علیه تو حرف میزنن، میگن تو نفر چهارم بودی، یعنی تو رو پیش کیا میذارن؟ میگن اول رو منبر شیعه میگن اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، علی چهارم بوده. علی رو که پیغمبر میگه انا و علی یون، تو ندبه میخونید من نور واحد. علی رو که پیغمبر بهش میگه روح و کر روحی، دم و کر دمی، ایمان و کر مخالتون با گوشت و پوستت، اصلا ایمان با همه وجود تو قاطیه. امیر المومنین میشه بعد خدا و پیغمبر و نفر سوم.
نفر سوم خلقت، همون که میارینش بعد ابوبکر و عمر و عثمان قرارش میدین، چه ظلم سنگینی به او میکنید و شما فردا جواب خدا رو چی میدید که اینقدر ایشون رو پایین آوردی؟ مسیحی دانشمند، مسیحی عالم، مسیحی که چند جلد کتاب در شخصیت امیرالمومنین نوشته، میگه علت کشته شدنش شب 19 در محراب نه دوستی بوده، نه دشمنی، نه نفاق بوده، نه کفر. میگه قتل. این کلام نورانی یه مسیحیه. قتل فی محراب عبادته لشدت عدله، یعنی او بالاترین حکومت ولایی رو که برای پیاده کردن عدالت از زمان آدم تا زمان خودش داشته، بالاترین حکومت ولایی، به خاطر حکومت ولایی کشتنش. اگه ایشون هم در حکمرانی مثل عمر و ابوبکر و عثمان بود، والله شهید نمیشه. خیلی دردآوره که میان میگن از زمان آدم تا این زمان حکومت ولایی نبوده. خب اگه حکومت علی حکومت ولایی نبوده، پس حکومت ابوبکر و عمر و عثمان بود، حکومت چی بوده؟ پس چی بوده؟ علی جان، این ملت به خاطر توهینای به تو چه دردی میکشن؟ تا کی باید درد کشید؟ تا کی؟ یا بعضی هاشون سحر مارمزون علنی میان به پیغمبر و امیرالمؤمنین زشت‌ترین توهین رو میکنن. میگن پیغمبر گوش تلخ بود، یه نفر رو برای خودش نذاشت. پس سلمان کی بود؟ ابوذر کی بود؟ عمار کی بود؟ ابوالهیثم ابن تیهان کی بود؟ مقداد ابن اسود کم نظیر کی بود؟ بلال کی بود؟ بلال هیچ که رو بر خودش نذاشت، چون گوشتلخ بود. پس این همه فرشته که بر اون نازل میشد چی بود؟ پس این که امیرالمؤمنین گفت انا علی، انا عبد من عبید محمد، من یه مطیعی از مطیعان پیغمبرم. عبد در اینجا به معنی غلام نی، من یه مطیعی از جمعیت مطیعان پیغمبرم. علی چگونه گوش تلخ بود که 20 سال بعد شهادتش میثم به عشقش به دار کشیده شد و وایستاد؟ پیغمبر اگه گوشتلخ بود، پروردگار در این آیه دروغ گفته تو سوره نون و القلم، انک لعلی خلق عظیم،
تو در صفات اخلاقی عظیمی، هم وزنت نیست. این گوشتلخه. زمان ریاست جمهوریش بود، داشت می اومد، دید یه دختر جوانی کنار دیوار تکیه داده نشسته داره گریه میکنه. به عمرش علی طاقت گریه کسی رو نداشت. به عمرش وایساد. رئیس جمهور رو میگم، عاشق حسن و عاشق نقی رو نمیگم، حاج محمد عطار و حاج حسین بقال رو نمیگم، رئیس جمهور مملکتی که کشورش بیش از 10 برابر ایران الان بود. با چه نرمی، با چه اخلاقی بهش گفت دخترم چی شده گریه میکن؟ گفت کارفرمای من یه پولی به من داد، گفت برو 1 کیلو 2 کیلو خورما بگی. اومدم خورما گرفتم بردم خونه، کارفرما گفت خورما نامرغوبه، ببر پسش بده. اومدم در مغازه خورما فروش میگم این خورما رو کارفرمای من قبول نکرد، اینو پس بگی. گفت برو پیکار زنی که خورما که پس گرفته نشد. میخوام برم از کارفرما میترسم. فرمود بلند شو دنبال من بیا بریم بازار. بازار کوفه بزرگ بود. تازه اومده بود کوفه، همه ندیده بودنش. ما کدوم مغازه خورما خریدی؟ گو این مغازه. با یه دنیا محبت اومد داخل مغازه. امیرالمومنین رو میگم که با یه تلنگر عبدود رو، عمر ابن عبدود رو خاک کرد با یه تلنگر. علی رو میگم که به تنهایی لنگه در خیمه رو از جا کند و اومد تو چاله، در رو بالا گرفت، به لشکر پیغمبر گفت رو در رد بشین چون پول نبود. علی رو میگم، نه یه کشتیگی رو، نه یه وزنه بردار رو، علی رو میگم. به مغازه‌دار سلام کرد، گفت این خورما رو کارفرمای این خانوم نپسندیده، میشه عوضش کنی خورمای مرغوب بدی؟ گفت به تو چه؟ فرمود من پیشنهاد خلافی بهت نکردم، بعدم این خورما مطابق پولش نی، یه خورمای مرغوب بده. خورما فروش چارشونه و بلند و لات چنان مش زد تو سینه امیرالمومنین حضرت، از مغازه پرت شد بیرون. جان علی اگه شما بودین چی کار میکرد؟ ما که میگیم مش، جوابش مشده. بله مشد کافر، جوابش مشده. مشد اسرائیل، جوابش مشد. نه مشده یه مسلمون اشتباه کار. به دختره فرمود خورما رو که پس نگیر، بی بریم من به کارفرمات بگم کارید نداشته بود. دنبال علی را افت. مغازه روبروی
که محبوب خدا رو میشناخت، عدل مطلق رو میشناخت، محبت مطلق رو میشناخت، عشق بی نهایت رو میشناخت، بعد در مغازش اومد، مغازه این خرما فروش، بهش گفت مشتی با کدوم مشتت به اون سینه زدی؟ گفت تو هم هوس داری به تو هم بزنم؟ گفت نه والا، من هوس ندارم، طاقت مشت تو هم ندارم، اما میدونی این مشت رو به چه سینه ای زدی؟ گفت نه. گفت این مشت رو به سینه همسر سیدت و نساء العالمین زدی، این مشت رو به سینه پدر حسن و حسین زدی، این مشت رو به سینه وصی بلا فصل پیغمبر زدی. خرما فروش دوید بیرون و دنبال امیرالمومنین، بیرون بازار خواست بیفته رو پای امیرالمومنین، حضرت نذاشت. انبیا و امامان مثل شاهان زندگی نمی کرد. گو آقا لطف کنید بیان من این خورما رو پس بگیرم، خورمای مرغوب بدم. دوباره به دختره فرمود دنبال من بیا. همش با نرمی، اینو میگن گوشتلخ احمقا، اینو چند رو با علی بودی فهمیدی گوشتلخه و اومدی تو سحر مارمزون توهین به امیرالمؤمنین و پیغمبر کرد؟ چند رو باهاش معاشر بود؟ خورما رو پس گرفت و به خورمای مرغوب داد، به دختره فرمود برو. گفت دیر شده، من اگه برم میترسم کتک بخورم. خب من دنبال من بیا، بیام در خونه کارفرماد بگم کاری نداشته باشه. خانوم خونه منتظر بود، چرا دیر کرد، کجا رفت، چی شد؟ اومده بود پشت در، گاهی علای در زدر نگاه میکرد، یه دفعه چون خانومی بود از شیعان ناب امیرالمؤمنین، دید علی با کارمندش داره میاد، در زد و میدونست علی. گو السلام علیک یا امیر المؤمنی، در رو وا کرد. گو آقا چرا اینقدر منو شرمنده کردی؟ اینجا برای چی اومد؟ فرمود اومدم بگم کارمند تو کاری نداشته باش. گفت کارمندم ملک تو، نمیخوامش، فدای تو، مال تو. امامم یه نگاه به کنیز کرد، فرمود دخترم خانوم تو رو به من بخشید، منم تو رو به پروردگار بخشیدم، آزادی، برو. از یه مجتهد جامع و شرایطی شعر بخونم، چون شعر قلابی و دریوری هم راجع به اهل بیت خیلیه، اما از زبان یه مجتهد، سید بزرگ، اهل دل، اهل حال. روز ازل کالم و آدم نبود. خیلی شعر بالاست. روز ازل کالم و آدم نبود، جلوه ای از روی علی کم نبود. آدم اگر چهره نسودی به خاک،
بردر پیرم علی آدم نبود، نخله مریم نشدی بارور. چون وقتی عیسی به دنیا اومد کنار یه درخت خرمای خشک مریم نشست، پروردگار فرمود شاخه رو بده پایین، رطب تازه برات میریزه. نخله مریم نشدی بارور، سایش ار بر سر مریم نبود. مرغ گل ار یافت به تن جان و دل، که تو قرآن مسیح با گل پرنده درست میکرد، فوت میکرد، یه پرنده کامل میشد میرفت. مرغ گل ار یافت به تن جان و دل، از دم عیسی به جز آن دم نبود. علی تو وجود تو بود که دم تو مرغ گل و پرنده زنده کرد. کن تو مال انبیاء سرن و من نبی جهرن. من در پنهان با 124 هزار پیغمبر بودم، با پیغمبر آشکار بودم. این چهارمه که سه نفر قبلش آدمای بی سواد بودن، این چهارمیه. ای که نگر کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. این همون این روایت پیغمبر میگه شب معراج دیدم علی با من داره حرف میزنه، اما خودش نیست. به پروردگار گفتم مگه علی هم اومده معراج؟ فرمود نه، چون دیدم قلب تو یا رسول الله از عشق علی پره، خودم خدا هستم با صدای علی دارم باهات حرف میزنم. در شب معراج که حق با رسول، من مظلوم تر از علی نمیشناسم. علی از ابی عبدالله مظلوم تر بود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. از زمان خودش تا الان هر چی ظلم می شده بهش شده، هر چی ظلم. داشت سخنرانی می کرد، تو اوج سخنرانی تو کوفه یه نفر وسط جمعیت بلند شد، امام سکوت کرد، فرمود کاری داری؟ این گوش تلخه؟ این دهان ها نباید قیامت از آتیش پر بشه. کاری داری؟ گوه علی جان به من ظلم شده، هیچ کسی رو ندارم این ظلم رو از من رد کنه غیر تو. چقدر به تو ظلم شده؟ گوه یه دونه. گوه من رفع ظلم میکنم، اما بهت بگم تو یه دونه ظلم بهت شده، من به اندازه عدد پشمای بدن حیوانات و ریگ بیابان به هم ظلم شده و داره ظلمم میشه، هنوز داره ظلم میشه. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن،
غیر تو محرم نبود. کیستی ای آن که همه عالمی؟ گر تو نبودی همه عالم نبود. در دل من کی بودی این پیچ و تاب؟ گر شکن زلف تو را خم نبود. فاش بگو. اونایی که این شعر رو نمیفهمن میگن گویندش کافره، نمیفهمن، یعنی از عرفان اهل بیت سر در نمیارن، میگن گویندش کافره. فاش بگو اول و آخر علیست در دو جهان باطن و ظاهر. علیست. برم سراغ آیه نماز. مریم انقدر در معنویت بالا بود که چند بار صدای فرشتگان رو شنید. تو سوره آل عمران، تو سوره مریم، و بعدم بدون شوهر کردن خدا چهارمین پیغمبر اولی العزم رو با یه دمیدن در باطنش به وجود آورد. در یه دمیدن نیم ساعت به دنیا اومده. خدا به مریم فرمود الان یهودی ها میان، هر چی باد حرف زدن جواب نده، به گهواره اشاره کن. یهود عنود لجوج رسیدن. اول حرفی که به مریم زدن این بود ما کان ابو که امره از سوا. بابات عمران که آدم بدی نبود. و ما کانت امو که بقیا، مادرتم که پاک دامن بود، این بچه رو از کجا بود؟ چرا بدون تحقیق داوری ظالمانه می کنید؟ چرا بدون تحقیق دارید به مریم تهمت زنا میزنید؟ ولی خدا گفت تو جواب ند، به گهواره اشاره کن. مریم بچهش تو گهواره بود، به یهودی ها اشاره کرد هر حرفی دارین با این بزنید. گفتن ما رو مسخره میکنید، بچه‌ای که نیم ساعت بیشتر نی به دنیا آمده حرف میزنه. از تو گهواره صدا بلند شد، انی عبدالله. من اینو شعر بخوام بدم دو ما مارمزون، دو تا مارمزون میخواد. انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی و اوسانی. من در رحم مادر که بودم پروردگار به من سفارش کرده. به چی؟ به صلات و زکات. عیسی تا آخر عمرت نماز، زکات و برن به والدتی، تا آخر عمرت نیکی کردن به مادر. انبیاء قبل از عیسی هم نماز داشتن، نمیخوام اونا رو بگم، ولی جوونا بدونید چی در قرآن در اعمال مهمتر از نماز شمرده نشد تا فردا شب اگر او لطف کنه. ما همه شیران، ولی شیر علم. ما نه وجودیم نه نبودیم، نمودیم.
وجود وقف خداست، عدم هم نیستیم، الان موجودیم. نه وجود خدایی داریم نه عدم، نمودیم، یه نمایشی از بودن داریم، یه نمایشی که با یه میکروب کرونا نابود میشیم، با یه سرطان نابود میشیم، با یه برق گرفتگی نابود میشیم، با یه تصادف نابود میشیم. اونی که نابود نمیشه اونیه که وجودش ذاتیه. آن که نمرد است و نمیرد تویی، یه نفره نابود نمیشه، ما میشه. خدا کنه روز رفتن کوله باری از اعمال مورد رضایت او رو با خودمون ببریم. اوصانی به صلات و زکات، ما دوم تو حیا دختر پیغمبر، هنوز از این توهینای به همسر دلم میسوزه، ولی وقتی از همسر دفاع میکنم انگار هشت بهشت و مجانی به هم دادم. حرفم تمام. این روزه ای که میخوام بخونم اصلش در کتاب چهار جلدی ابن شهرآشوبه که اصالتاً اهل ساری بوده، مال قرنهای گذشته است. اونجا دیدم لشکر یزید در حالی که اهل بیت پیغمبر رو اسیر کرده دارن میرن شام. خب شبا رو راه نمی رفتن، پیاده می شدن. یه غروبی رسیدن به یه جایی تو راه شام که دار و درخت داشت و آب بود، پیاده شدن. یه ساختمان گلی یه طبقه بود که یکی دو تا پنجره داشت. در این ساختمان یه راهب مسیحی زندگی میکرد، اهل عبادت بود، اخلاقی بود. خبر نشده بود از بعثت پیغمبر، خیلی جاش پرت. وقتی دید سر و صدا شد اومد در رو وا کرد، در پنجره رو دید، مثلا 300-400 تا، همه 30,000 تا که نرفتن شام، 300-400 تا پیاده شدن، اسباشون رو بستن، آشپزخونهشون رو سر پا کردن و یه مش زن و بچه و دختر رو یه گوشه رو خاکا جا داد. نه براشون فرش انداختن، نه دیگی بار گذاشتن. خیلی هم اهل بیت عظمت روحی داشتن. شام که رسیدن یزید از سران لشکر پرسید کربلا تا اینجا اینا چه کردن با شما؟ گفتن یزید کوچیکترین بچه‌شون محل سگ به ما نمیذاشت، کوچیکترینشون. اینا خیلی آقان، خیلی بزرگان. این راهب دیدین زن و بچه محجبه با همین چادرایی که خواهر و مادر شما دارن که مال قرآن جلباب، کلمش یعنی
پارچه سراسری که حجم بدن رو میپوشون. یه چند لحظه گذشت، راه چشمدار بود. اون 300-400 تا کور بودن. راه بی مرتبه دید یه نوری به اتاق عبادتش داره میتابه. دوباره اومد سرشو بیرون کرد، دید یه سر بریده خونالود و رو درخت گذاشت. اومد پایین، سرپرست این کاروان نجس خولی انجس بود. اومد گفت رئیستون کیه؟ هدایتش کردن پیش خولی. اومد به خولی گفتش که این سر بریده رو امشب به من میدین تو اتاق من باشه. گفتن چی میدی؟ گوه پدر من 10,000 درهم ارث مونده، همه رو بهتون میدم. اونی که پولکیه پولکیه دیگه، دین فروشه. سر رو گرفت اوورد تو صومعه، گذاشت رو جانمازش، با یه مقدار گلاب و پارچه تمیز خونها رو از لب و دندان پاک. گفت تو بزرگی، دلیلم اینه که معلوم نی 20 روزه 15 روزه سر تو از بدن جدا شده، اما سر نشاط داره، شادابه، پوستت پژمرده نشده، خشک نشده. کی هستی؟ به حقیقت مسیح خودتو به من معرفی؟ ابن شهرآشوب عالم کمی نیست، تو این مناقبش نوشته میگه دو لب سر از هم باز شد، گفت راه انا المظلوم. مظلوم به معنی ضعیف نیست، یعنی کسی که به او شدیداً ستم شده. گفت سر بریده، من با کلمه مظلوم که نشناختمت، بهتر خودتو معرف. گفت انا الغریب. گفت بازم نشناختمت. دو لب مبارک آروم از هم بلند شد، انا ابن محمد المصطفی. انا ابن علی المرتضی. انا ابن فاطمه الزهرا. خیلی راهب گریه کرد، گفت آقا به من ضمانت بده که قیامت دست منو بگیری. فرمود بدون مسلمان شدن نمیشه دست تو گرفت. گفت مسلمون میشم، اشهد ان لا اله. براتون بعدن میگم. اومخ این سر بریده رو در ورود به شام، شامیان و بچه ها سنگی میزدن.
حسین جان، حسین جان، حسین جان، ما که تو دنیا بچگی تا حالا تو رو رها نکردیم. حسین جان دم مردن و قیامت ما رو رها نکن. الهی به ابی عبدالله به همین زودی اسرائیل رو نابود و ریشه‌کن کن. شهدا از زمان حابیل تا الان با شهدای کربلا محشور کن. گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما. امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده. چادر زهرا رو از ناموس این مملکت زوال نیار. جوانان فراری شده از دین رو به دین برگردان.